رونالدو یکی از خطرناک‌ترین و اکسپلوسیو‌ترین مهاجم‌های دنیاست. یکی از چیزایی که من راجع به رونالدو خیلی تحسین می‌کنم اون فیزیک پرفکتشه که یه بالانس خیلی فوق‌العاده از سرعت، استقامت، تکنیک، بادی کامپوزیشن و همه چیزهای دیگه است. یه تستی که رونالدو انجام دادن دیدن که بدنش 14 سال از سنی که الان هستش جوان‌تره و دستت چربی بدنش 7%. دستت چربی اوریج برای فوتبالر حرفه‌ای مثل رونالدو 11% و 50% از بدنش ماسل ماس. روتین زندگی رونالدو یکی از سخت‌ترین روتیناست بین همه اتلتیکا. ما تو 24 ساعت آینده می‌خوایم مثل رونالدو زندگی کنیم. برو ببین. صبح بخیر، ساعت 5 صبح. اولین کاری که رونالدو میکنه وقتی که بیدار میشه اینه که میره ورزش اولش انجام میده. ما اومدیم باشگاه که ورزش کنیم. برو بریم. فیلمبردار منم صبح زود آخر هفته با من پاشده که تمرین کنه. یکی از تمرینای رونالدو که پیدا کردم این شکلیه. این 5 تا حرکت رو 3 بار انجام میده. حرکت اول باربل سکوات 8 بار. حرکت دوم باکس جامپ که باکسش 20 اینچه 10 بار، حرکت سوم براد جامپس 8 بار، حرکت چهارم جامپینگ لانجز هر پای 8 بار، حرکت پنجم لترال باوند 10 بار. بعد این میاد کار شکم انجام میده که این 6 تا حرکت رو 3 بار انجام میده. حرکت اول هیل تاچز 20 بار، حرکت دوم لگ ریس کرانچز 20 بار، حرکت سوم یکم حرکت عجیب غریب بود، حالا من اسمش گذاشتم 30 degree crunches. نمیدونم رونالدو حالا چرا این حرکت رو انجام میداد، خودش انتخاب کرده، ترینرش انتخاب کرده، ما انجام میدیم چون رونالدو انجام میده. حرکت چهارم پلانک شولدر تپس، حرکت پنجم پلانک ماونتن کلایمبرز و حرکت آخر پلانک نی تپ. برو بریم. بچه‌ها یه چیز باحال بهتون نشون بدم. برای اینکه مثلا اسکوات بزنم من یه دستگاهی دارم که نیازیست براش کلی وزن و اینا روش بذارم. از این آیپدم میتونم وزن انتخاب کنم تا 200 کیلو میتونم وزن انتخاب کنم. وزنی که اینجا انتخاب کردم میرم اون بار رو اونجا برمیدارم شروع میکنم باش اسکوات زدم. راوند 1 برو بریم. حرکت دوم رونالدو باکس جامپه. معمولاً باکسش 20 اینچ یعنی از اینم کمتره. مینیمم می‌خوایم 30 اینچ بپریم. ست اول با 30 میریم، حالا ببینیم همینجوری که می‌پریم هی بیشتر و بیشترش می‌کنیم. هدف فقط پریدن نیست، هدف اینه که با تمام زورتون تا جایی که میتونید بالا بپرید. پایین بالا. شونزه اینچ از رونالدو داریم بیشتر میپریم. شیش اینچ دیگه اضافه میکنیم. 42 ما داریم دو برابر رونالدو میپریم. یه تکنیکی هست که برای اینکه بیشتر بپرین به جای باکس جامپ بهش میگن استپ این جامپ، یعنی یه قدم شما برمیدید تو اون یه قدم میتونید خیلی بیشتر انرژی پاور رکروت کنید که بپرید این بالا. واو گرفتیمش گرفتیمش. یکی بری یعنی 100 تا هم میتونی بری. ایزی. یکی دیگه. واو. یه سری حرکت شکمی که رونالدو میکنه یه ذره عجیب غریبه، ولی خب حتما براش کار میکنه که انجام میده دیگه. حرکت اول هیل تاچز، سینه رو میاری بالا، پا رو باز میکنی، همین بالا تاچ. لگ ریس کرانچز، یک دو. حرکت بعدی که من رو مجبور بود اینه 30 دیگری کرانچ، دستش اینجا نگه میده. فهمیم میسوزونه. خوبه. چقدر باحال. رونالدو یه سری حرکت های پلانک انجام میده.
حرکت اولش پلانک شولدر تپ، یعنی اینجا میمونه دستشو برمیداره میزنه به شولدرش، میزه سر بالا. حرکت بعدی پلانک ماونتن کلایمبرز، همین پایین میمونه بالا حرکت آخری هم که میره پلانک نی تپس. ورزش اول تموم، بریم وعده اول غذایی رو بخوریم. کلن غذایی که رونالدو میخوره خیلی پروتئین زیادی داره توشون، پروتئین خیلی خیلی بالا. وعده اولش یه استیک هم داره با سالاد، سالاد کینوا، کینوا خیلی دوست داره، پنیر کاتش که این پنیر درصد چربیش خیلی کمه ولی پروتئینش خیلی بالاه، و یوگرت پروتئین، ماست پروتئینی. برو بریم تا دیرمون نشده. وعده اول غذایی تموم شد، بریم برای چرت اول. فعلا چرت اول تموم شد، داریم میریم برای تمرین دوممون. رونالدو تو روز نزدیک 5 تا چرت میزنه، 5 تا نپ میگیره. به این نوع خوابیدن میگم پولی فیزیک سلیپ، یعنی به جای اینکه یه تایم طولانی شما بخوابید، این تایم رو به میزانه خیلی کوچیکتر شما تقسیم میکنید. هیچ تحقیقات علمی واقعا ثابت نکرده که این نوع خوابیدن بهتره، ولی حالا رونالدو تصمیم میگیره که این کارو بکنه. بنفیت هایی که ممکنه داشته باشه اینه که شما آلرت ترید، تصمیم های بهتری میتونید بگیرید، سریعتر ریکاور میکنید، نروس سیستمتون خیلی آرومتره و طول روز انرژی بیشتری میتونید برای خودتون نگه دارید. بچه برای تمرینمون هم یه دروازه‌بان حرفه‌ای آوردیم. کیارش چطوری؟ خوبی؟ من آرادم، خوشبختم. قربونت برم. چکریم، قربونت. من اینکه مربی حرفه‌ای آوردیم میلاد، الان میاد بیرون. خوبی؟ عالی. مرسی عزیزم، مرسی اومدی. چه خبر؟ لانگ تایم نو سی من. کمک کنم؟ نه. این چیه؟ دامی آوردم. واه. حرفه‌ای داریم میریم بچه‌ها. واسه تمرین امروز یکی از بهترین کوچا رو برداشتم آوردم با خودم، میلاد. میلاد سال 2012، 13 و 14 کاپیتان تیم ملی دانشجوهای ایران بود که دوم تو آسیا هم شده بودن. 2007 شدیم، سال اولی که رفتیم تو چین بازی آسیایی دوم شد. دوم. علاوه بر این هم دروازه‌بان تیم سایپا بود، هم دروازه‌بان تیم راه آهن. نفت باشی. خلاصه بگم که هر وقت که ویدیو ضبط می‌کنیم بهترینا رو براتون میارم. Let's go. خدا رحم کنه. که الان گلر داگلاس کالج، الان تو پری سیزنیم امروز هم بازی داره. امروز خیلی حال داده اومده. الان تا خیلی صبح ساعت 2 بازی داره، 5 پا شده. دیشب هم تا 10 شب تمرین کرده. دقیقاً. مرسی اومدی کیارش. آقا میلاد نفر. منتالیتی رو نگاه کنید. پا میشه میاد باز، با اینکه بازی خیلی مهم داره. بریم شروع میکنیم. سای بعد میای تپ 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 تپ، یه نه پاس میدم، مونتاژ دان
بیشتر یه ساعتی که داریم تمرین میکنیم. ما میخوایم یه شرط بندی بریم، از بین ما ستا هر کی که به تیر بزنه بازنده باید به بقیه یه کافی بده. کافی اوکی دیگه؟ اگه زد اون یکی، اگه نزدیکتر به تیر بود. ولی کافی ها، تیم هورتونز ما رو نبرید. نه با میریم آقا. کافی ایتالیایی ها من یه بار برده بودی؟ بریم آقا. ایتالیایی ببر منو. ما دانشجوی ما. کافی دو دلاری نمیخوایم، میخوایم 10 دلار پول کافی بدیم. مینیمم 10 دلار. مینیمم 10 دلار. آره. هر تیری بخوره اوکی یا تیر بالا با بزن. بابا. اصلا من جوره بزرگتر اصلا. غلط. شانسی میریم گله. آخ. ناکن کجا بود؟ دور نارنجی. خط نارنجی. خب آرات. آخ یس یس ایلاد میزنه. خب میلاد اصلا نزدیکتره. یه بار دیگه بریم. آخ این از اینجا برم اوکیه؟ نه نه خوبه. آقا این میره. یپ خورد. بابا ولمون کن تا سه نشه بازی نشه. آخ خب کیارشو که میبریم. رونالدو. نه این الان کافی ایتالیایی با ام سی تی اویل. خیلی نزدیک بود. آه خب من و میلاد باید بریم دیگه. آخه یه لحظه بذار روح رونالدو بیاد. خب فاک. آقا ما باختیم دیگه، قشنگ زد تیرکو. تموم. خب تمرین دوممون هم تموم شد، حدودا یه ساعت و نیم طول کشید. واقعا میلاد کیارش به من رحم نکردن و شاید حتی از سخت‌تر از رونالدو منو تمرین. خودش رونالدو خسته میشد، خسته میشد. انیویز ممنونم بچه‌ها، خیلی دستتون در نکنه. ممنونم، ممنون ممنون کیارش دست در نکنه. مرسی مرسی. خب بریم غذای وعده دومو بخوریم و چرت دومو بزنیم. لتس گو. خیلی حالات، خیلی من واقعا فوتبال بازی کردن دوست دارم. اومدیم وعده دوممونو بخوریم. وعده دوم رونالدو آووکادو خیلی دوست داره و تو وعده‌اش یکی از اسنک‌هاش آووکادو توست با تخم مرغ. ما اومدیم یه جایی که آووکادو توستاش خیلی باحالن. توست، آووکادوس، تخم مرغ، فکر کنم 3 تا تخم مرغ این تو باشه، یه ذره پستو و پیاز روش. ترکیب پستو فکر کنم خیلی با این باحال شه. بعد این غذا می‌ریم برای چرت دوم. برو بریم. بچه ها الیوت یادتونه تو ویدیو جوجیتسو؟ الیوت فاوندر یه کمپانی خیلی باحاله که اسمش سوپر بولته، که چایا رو برمیارن مثل پری ورکاوت درست میکنن، میتونین با آبتون قاطی کنین قبل تمرینتون بخورین. میخواد این پروداکتش رو جایگزین کافی بکنه. بعد اومدم ایونت یکی از دوستای دیگه‌م گرام که دیزاینره، همه مرچای باشگاه منم اون دیزاین میکنه، اومدم سپورتش کنم، ازش یه تیشرت بگیرم. من که جای خیلی باحالیه، اینجا از باشگاه من 30 ثانیه بیشتر فاصله نداره، یعنی هر دفعه من میخوام هنگ اوت کنم میام با این بچه‌ها هنگ اوت میکنن. یکی از اینا سلطان برپیه، یعنی میتونه شاید 1000 تا برپی بره. دوست دارم یه ویدیو باش بسازم که بهش نشون بدم که برپی رفتن درست چه جوریه و ببرمش تو این مسابقه. اینجا هم کانسپتش خیلی باحاله. برو ببین چه خبره. ببین شهر بیا، همه فارسی صحبت میکنن. ایدل گیو اس ا تور دن. We're at in-house right now. They're doing a really cool pop-up with some local brands. We've got Nash right here. They do some really cool stuff. In-house actually helped them develop it. This is the founder right here. Do you just want to give a little word on what you guys do? Of course. So it's myself and Nicole Patterson who developed this line, and essentially it's just a minimalistic women's loungewear brand. So we, yeah, started in February and we're here now at In-House's pop-up. We've got Real Performance right here. Beautiful skincare company. We've got Super Bowl tea. We've got In-House. They've created their own In-House merch. We've got Austin's clothing over there. Over here, we've got some artwork. We've got some jewelry. And yeah, so we're here with my boy, Arad. How do you say, let's go check it out again? بریم ببینیم چه خبره. بریم این بره ها چلا حالا. خیلی خوب گفت.
بچه این تیشرت ازش میخرم. سایزش اکسترا لارجه. ولی اینجوری فاز اکسترا لارج الان موده. همه لباسای بزرگتر است. چیزی که سایزشون رو میپوشن خیلی باحاله. حالا من به زودی مرچ جدید باشگاه من میخوام بیام اینجا باهاشون صحبت کنم، درست کنم. خب وعده سوم سالاد بروکلی با سینه مرغ، که سینه مرغ با روزمری و لیمو من یه ذره مرینیت کردم. رونالدو روز 6 وعده غذا میخوره. اینجور 6 وعده غذا خوردن رو خیلی ورزشکاران انجام میدن. هنوز هیچ اطلاعات و تحقیقاتی ثابت نکرده که 6 تا وعده تو روز غذا خوردن بهتر از 3 تا وعده، ولی ورزشکارهایی که تو این لول ورزش میکنن، اینقدر ورزش میکنن، برای اینکه بتونن اون میزان انرژی که مصرف کردن رو به بدنشون برگردونن و انرژیشون رو استیبل نگه دارن و ریکاور سریع تر بتونن بکنن، من فکر میکنم که 6 تا وعده غذایی میخورن. من تا الان زندگی رونالدو رو خیلی بیشتر از راک دوست داشتم، مخصوصا اون چورتایی که تو روز میزنه. میشنیدم روتین روزانه که خیلی وحشتناکه مایکل فلپس، انگار روزی مثل این که 12,000 تا کالری غذا میخوره. بعد غذاش اونقدرم که فکر میکنی سالم نیست، چون باید کالری بسوزونه برای این میزان زیادی که ورزش میکنه. مثلا پیتزا، انرژی درینک، مانستر، ردبول، کلی اینا میخوره. همه راجبش تحقیق نکردم، ولی فکر کنم اونم چیز فانیشه که آدم امتحان کنه یه روز میشه زندگی کنه. یه چیز جالب بهتون بگم، اینه که خیلی کارهایی که من چالنجایی که تو این ویدیوام میکنم انجام میدم، واقعا اون موقعی که کانال یوتیوبمو باز نکرده بودم انجام میدادم، چون خیلی کنجکاو بودم که مثلا آدمای مختلف چجوری زندگی میکنن، حسشون چیه، رژیمای مختلفو همه رو من امتحان کردم. همیشه خودمو چالش میکردم برای دو شرق سواری، مسابقه های مختلف. الان تنها فرقش اینه که فقط یه دوربین میذارم هر جا میرم، من که اینو با شما شیر میکنم. یعنی فکر نکنید بعضی وقتا خودمو میکشم فقط به خاطر اینکه تو ویدیو این کارو کنم. نه، من کلا عاشق این کار رو انجام دادنم. وقتی هم که این همه وعده غذا میخوری، هم براک اینجوری غذا میخورد، هم رونالدو، این همه وعده جا واسه حل حول خوردن واقعا نداری، چون تمام روز پری غذات، مخصوصا اگه آماده باشه. هر وقت که گشنته میدونی دقیقا چی توی یخچال برات منتظره. من دقیقا میدونم که مثلا 3 تا وعده دیگه هم چیه. هیچ فکر امروز به غذا درست کردنم نمی کنم. استراتژی بدی هم نیست که حتی اگه 3 تا وعده میخواین درست کنید، از شب قبل بدونید که دارید چی غذا میخورید، که تو اون لحظه ای که نمیدونید چی بخورید، وقت ندارید غذا درست کنید، تو اون موقعیت نباشید که تصمیم های بد بگیرید. خب وعده سوم تموم، بریم برای چورت سوم. رونالدو برای وعده چهارمش که سنکشه، تو وعدهش دوتا چیز داره، میوه و هر وعده‌ای هم که میخوره پروتئین توشه. برای پروتئین، چون رونالدو ماهی دوست داره، من سموکت سالمون گرفتم، ماهی سالمون دودی. میوه‌ام آناناس دارم و هندونه. کتابی که دارم این هفته میخونم اسمش هست Stillness is Key از رایان هالیدی. انقدر از این نویسنده خوشم میاد، فکر کنم این سومین کتابیه که دارم ازش میخونم. کتاب راجب استیل بودنه، یعنی تو صلح بودن با خودته، که میگه که تصمیمای خیلی درستری میتونه بگیری. از رئیس جمهورهای کشورهای مختلف مثال میزنه، میگه که وقتی که اینا تو صلح بودن با خودشون، تصمیمایی که با آرامش گرفتن، زمان گذاشتن، هول هول نکردن، تصمیم گرفتن، تصمیمای بهترینی بوده تو تاریخ بشریت. و اینکه راجب ورزشکارا صحبت میکنه، حتی مثلا میتونم رونالدو رو براتون مثال بزنم، که رونالدو تو این هرج و مرج بازی، اون آرامش که بعد برای خودش نگه داره خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه یک تصمیم اشتباه تو بازی، یه ذره عجله کردن میتونه کاملا سیستم بازی عوض کنه. خیلی خیلی باحاله. وعده چهارم تمومه، چورت بعدی رو میخوام همینجا بزنم. صاحب داگ سگم هیچ وقت منو تحویل نمیگیره. فکر کنم امروز که دارم مثل رونالدو زندگی میکنم، انقدر میاد به من خودشو میچسبونه. ای لباس تازه‌مو خراب نکن. ای برو. یکی از کارهای خیلی عجیب غریبی که رونالدو میکنه اینه که نوک پای پاشو لاک مشکی میزنه. فقط رونالدو رو ندیدم این کارو میکنه، خیلی از ورزشکارهای دیگه، مخصوصا فایترها مثل فرانسیس انگانو، نوک پاشون رو لاک مشکی میزنن که پاشون
قارچ و باکتری نگیره. هرچی گشتم هیچ ریسرچی من راجع به این نتونستم پیدا کنم. ولی اگه برای خیلی چیز آدم منتظر ریسرچ بمونه، شاید مثلا 5 سال از همه عقب‌تر باشه. حسام ما هم داریم نوک پاهمون رو لاک مشکی میزنیم به خاطر اینکه داریم مثل رونالدو زندگی میکنیم. برای وعده بعدی دو تا سالمون برگر داریم و سالاد کینو و زیتون. وعده پنجم برو بریم. باورم نمیشه این بشر 5 بار در روز چرت میزنه. من برام سخت بوده بخوابم، ولی مثلا چرت ریلکس میکنم، ولی با این حال خستم. روز سختی بود امروز. وعده 5 تموم، برو بریم. وعده آخر استیک ریب آی. این فکر کنم 10 اونس باشه یا 11 اونس باشه. امیدوارم که خوب شده باشه، بخاطر اینکه تایمی که کوکش میکردم از دستم در رفت. اوه یه پرفکشن رایت هیر، عالی بود. بعد این فقط یه کار مونده، اونم باید بریم شنا کنیم. ببینم استیک چطور شد. اوه محشر شد. راستشو بگم روتین روزانه رونالدو رو از راک خیلی بیشتر دوست داشتم. خیلی به روتین خود من یه ذره نزدیکتر بود، غذاش جالب بود. ولی این دیگه آخرش این استیک دیگه من خیلی خوشحال کرد. بعد 6 برو بریم. ساعت 9:30 شب، باورم نمیشه از ساعت 4 خورده بیداریم. رونالدو معمولا یه ساعت طرف ساعت 10 شب شنا میکنه، کمی کم عضلاتش لوسناتر کنه، هم وایند داون کنه و بتونه بهتر بخوابه. بریم شنا کنیم. بچه ها چه روزی بود امروز. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. دوست دارید دفعه بعد مثل که زندگی کنم، برام حتما تو کامنت بذارید، انجامش میدم. برو بریم. روتین زندگی روزمره رونالدو یکی از سخت این روتین روزمره fuck me واسه بچه‌ها.